در رابطه با اینکه بعد از اینکه یک نظام دموکراتیک مستقر شد و بشود این برنامه ها رو در قالب احزاب، سازمان ها، صنوف، گروه های اجتماعی، گروه های به اصطلاح صنفی پیاده کرد، چه برنامه هایی باید باشه؟ خب طبیعتا برنامه های زیادی تا حالا ارائه شده و باید هم بشه، این جزء ملزوماته، شکی درش نیست. شما در این رابطه من میخواستم به این سوال جواب بدید که برای اجرایی کردن و برای اینکه ما دوچار نوعی حرکت آمرانه دموکراسی خواهی از بالا نشیم، آمرانه یعنی پیشرفت آمرانه، آنچه که مثلا در کشورهایی که اقتصاد دولتی برشون حاکم بود، یا اون چیزهایی که به هر حال به نوعی استبداد رو در واقع اگر هم به وجود نیاره ولی رشدش میده، و این حالت کنترل رو در جامعه بعد از استقرار دموکراسی چجوری میبینید؟ یعنی یک نظام قضایی بسیار مقتدر که در واقع این نظام قضایی بتواند ضمانت بکند، در حقیقت بتواند اعمال قدرت بکند از طرف مردم، و یک نظام برای جلوگیری از تبعیض، برای گسترش عدالت، نه تنها در قوانین بلکه اگر حق کسانی یا گروه های اجتماعی حتی اقلیت زیر پا گذاشته شد، اون نظام قضایی باید بتواند از در واقع اعمال قدرت اکثریت بر اقلیت جلوگیری کند. من فکر میکنم این بحث دموکراسی، یعنی این دموکراسی در واقع دیکتاتوری اکثریت نیست. دموکراسی یعنی اینکه هر فردی در یک چارچوب شهروند اون کشور هست، صرف نظر از جنسیتش، صرف نظر از زبانی که صحبت میکنه، صرف نظر از نقطه‌ای که جغرافیایی بهش تعلق داره، صرف نظر از مذهبش که طبیعتاً اصلا امر شخصی است، صرف نظر از حتی به اصطلاح طرز تفکر فکری داره، باید حق شهروندی داشته باشه. این اساس و پایه دموکراسی است. یعنی مهم نیست که شما بنده حتی به عنوان کسی که حتی جرمی مرتکب شده باشم، باز هم شهروند اون کشورم. اگر قرار هست مجازاتی باشه، طبق دستور حاکم و حاکم شرع و این دستگاه امنیتی و آن دادرس نظامی و اینا نباید باشه. باید یک نظامی که در حقیقت داد را مستقر می کند و کوشش می کند که بیداد بر این جامعه حاکم نشود، بیدادی که حاکم شدنش در نظام های استبدادی غیر قابل اجتنابه، یعنی بی برو برگرد جز ساختارشه. بیداد در نظام استبدادی واقعیت اینه که ساختاریه و هیچ کارش هم نمیشه کرد. با نظام استبدادی نمیتوان داد داشت، نمیتوان عدالت داشت در هیچ زمینه ای، نه در زمینه های قضایی و حقوقی گرفته، نه در زمینه های اقتصادی و نه در زمینه های فرهنگی. تبعیض، به اصطلاح نژاد پرستی، خاک پرستی، همه اینها، انسان پرستی و مذهب پرستی و مکتب پرستی، همه اینها مال یک نظامی است که استبداد برش حاکمه، وگرنه یک نظام دموکراتیک شهروند محوره. شما خواهش میکنم برخوردتون نسبت به این به اصطلاح توضیح بدید که اون چیزی که تو ذهن شما هست که میتواند تضمین کند بیداد در جامعه روش نخواهد کرد و داد گسترش خواهد داشت چی خواهد؟ بفرمایید. جناب بدیع نازنین، من در تایید صحبت‌های درست شما اجازه بدید این رو جملات رو عوض کنم، از زاویه دید کمونیسم انسانی به این مقوله دموکراسی که شما می‌فرمایید به اصطلاح ریفریزش بکنم، یعنی باز جمله گذاریش بکنم. ببینید، در دموکراسی، در سیستم طبقاتی میگه اکثریت تصمیم میگیره، اقلیت حد باید گوش بکنه، در صورتی که
در یک سیستم انسانی میگه دموکراسی، تعریف دموکراسی به رسمیت شناختن حقوق اقلیت به توسط اکثریت. این یعنی چی؟ یعنی که اگر اکثریتی تصمیم میگیره که مثلا بگه اقتصاد ایران باید اقتصاد بازار آزاد باشه، اقلیتی که مخالف این مسئله است بهش امکانات داده بشه تا در این زمینه بیاد صحبت بکنه، حرف بزنه، تظاهرات بکنه، نظر بده، کتاب بنویسه و زمینه های دیگر هم به همین صورت. یعنی به رسمیت بشناسیم، میدونی اون چیزی رو که متاسفانه در احزاب کمونیسم به اسم فراکسیونیسم رو اجازه حضور نمیدادن، اجازه ابراز نظر نمیدادن، و این یک مسئله بسیار بسیار مهمه. عذر میخوام قطع میکنم. امیدوارم که شما اصولا با نظام تک حزبی خانه‌ای ندارید، ولی اگر دارید بفرمایید به صراحتا. آیا نه شما... نه من این رو اتفاقا این مسئله مطرح میکنه. من از تک حزبی و به اصطلاح تک محوری اصلا مخالفش هستم. معتقد هستم ببینید در سیستمی که من فکر میکنم انسانی بشه، مثلا اگر جمهوری باشه در ایران، ببینید من معتقدم یک نفر رئیس جمهور اشتباه هستش، باید شورای ریاست جمهوری باشه. یعنی چی؟ حالا میتونه از 7 نفر، 5 نفر، 9 نفر افرادی باشن که حالا یا از احزاب انتخاب شده باشند، یا از استانها انتخاب شده باشند، یا از تفکرات انتخاب شده باشند. اینها به عنوان ریاست جمهوری بیان و هر کدام یک دوره رئیس اون شورا بشن. متوجه؟ یعنی یک نفر رئیس جمهور هم ما نباید داشته باشیم. از نظر قضایی هم که شما میفرمایید، خب مسلماً در اوائل کار به خاطر ناملایمات و اینها باید ما شاید دستگاه یک بزرگی داشته باشیم از نظر قضایی که باید مقتدرم باشه به قول شما، وابستن به ایجا نباشه. اما خود به خود وقتی که یک جامعه به رفاه برسه، ما میبینیم معضلات اجتماعی هم کمتر میشه و مسائل قضایی هم خود به خود کمتر میشه. یعنی جرم و جنایت و جنحه و این چیزا هم که میبینید که ما در یک سیستم نابرابر هستش که شدت پیدا میکنه. خب در همون سیستم قضایی هم من معتقدم باید شورایی باشه. ما میبینیم که در بسیاری از مسائل در جوامع غربی مثلا وقتی میخواد تصمیم میشه، درسته یک نفر به عنوان رئیس دادگاه هستش، ولی باز یک سری میشینن 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر رو هم انتخاب میکنن که اینا بیان ناظر بشن، بشینن گوش بدن، طرفین رو گوش بدن، متوجهید، و در این مسئله بتونن به بهترین نحو قضاوت صورت بگیره. در مسائل دیگر هم، در قوای دیگر هم به همین صورت. مثلا ما یک نفر رئیس 4 ساله مثلا قوه مقننه نداشته باشیم. تعدادی که انتخاب میشن باید به صورت دوره‌ای، حالا 6 ماه، 4 ماه، 3 ماه، هر کدومشون ریاست اون به اصطلاح مجلس رو به عهده بگیرن که بخوان قوانین به اصطلاح تولید بکنند و به وجود بیارند و اینها. ببینید من خدمتون عرض کردم شورایی اداره کردن اصلا از نظر فلسفه زندگی انسانی ما بخوایم بررسی بکنیم، انسان زمانی پیشرفت میکنه که به صورت عقل مشترک کارهاش رو انجام بده، پیش ببره. ببینید در زمینه علمی که شما بخواید میگوییم خرد جمعی در واقع. بله خرد جمعی. من میتونم مثالهای زیادی رو از نظر علمی برای شما بزنم که از نظر دانشگاهی این ثابت شده که خرد جمعی اشتباهش فوق‌العاده کمتره. به عنوان نمونه بخوام برای دوستان بگم، برای شما بد نیست اینجا بگم. ببینید اومده بودن یک جاری رو، یک محفظه ای رو پر از شکلات کرده بودن، شکلات‌های ریز و درشت، و این رو گفته بودن، نفرات رو گرفته بودن که گفته بودن تخمین بزنید چند تا شکلات در این مثلا محفظه هست. یه تعدادی 200 تا، یه تعدادی 800 تا، یه تعدادی 500 تا. بعد اینها رو وقتی اومده بودن نگاه کرده بودن که دیدن تک تک اینها وقتی که گفتن شاید یک نفر یا 2 نفر مثلا نزدیکتر به اون تعداد درست شکلات ها در جعبه صحبت کرده، ولی وقتی که تقسیم اوریج گرفتن، یعنی اومدن گفتن که خب خرد جمعی اگه 50 نفر 100 نفر گفتن و اوریج اینها رو گرفتن، دیدن به حقیقت نزدیکتر است. این مثال خیلی ساده علمی بوده که در دانشگاه اینجا مطرح شده، ما خوندیم در دانشگاه و دیدیم که واقعا خرد جمعی کار میکنه.
اینه که در متاسفانه یا شوربختانه بگم، کسانی که دنبال این هستن که یه نفر بیاد به اسم آقای رضا پهلوی یا کسی هستن به اسم بیاد مثلا خانم مریم رجوی بیاد و ایران برای ایران آزادی بیاره، اینا خواب و خیالی است متوجه، یا کسی مثل لیدر یک حزب کمونیست یا ببخشید همین جای چون یکی از مسائل روز بحث میکنن، یک عده مثلا خودشون رو طرفدار این فرد اون فرد میدونن، حالا برشون هم حتی یک چیزی یک به اصطلاح مقامی یا منزلتی خارج از حق شهروندی قائلن. خیلی مهمه، مثل این میمونه که شما بگید آقا این آقا رئیس قبیله است، باباش هم رئیس قبیله بوده پدرش، و یا از خانواده اشرافی مثلا، به هر حال یک منزلتی بهش بدید. و شما میدونید که در کانادا زندگی میکنید و دوستان دیگه که در اروپا و کشورهای دموکراسی، هرچند دموکراسی لیبرالی زندگی میکنند، میدانند که هیچ کس منزلتش رو از پدرش رو از هیچ چیز دیگه نمیگیره. ممکنه یه نفر رو بگن آقا ایشان پرزیدنت سابق بود، ولی اون پرزیدنت سابق فقط برای نشان دادن هویتشه، هیچ حق ویژه‌ای نداره. من میخواستم اتفاقا اینجا شما توضیح بدید، شما امیدوارم مخالف این که فرض کنید فردا آقای رضا پهلوی به عنوان یک شهروند در روند دموکراتیک برای گرفتن مسئولیت و پاسخگو بودن شرکت بکنن نداشته باشید، یا خانم مریم رجبی یا هر کس دیگه، این در شرایطی است که دموکراسی مستقر شده باشه. اینو خودتون نظرتون رو بیان کنید روشن‌تر در این رابطه. شما کاملا درست میگید، من نه تنها خوشحال میشم از این مسئله بلکه استقبال میکنم. ببینید صحبت من هم سر اینه که یک نفر به تنهایی نمیتونه به اصطلاح برای مردم مجدی آزادی بیاره، مجدی برابری بیاره، بلکه این خرد جمعی است. آقای رضا پهلوی، حالا من همیشه با سلطنت طلبان عزیز هم صحبت کردم، صحبت میکنم، مطرح میکنم، میگم اگر در فردای ایران خب به خاطر ناآگاهی تعدادی بیان بگن و اکثریت بیان بگن آقای رضا پهلوی باید پادشاه بشه، ما باید بتونیم ایشون رو محدود بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که یک اختیارات ویژه به ایشون ندیم، ایشون یک شهروند اختصاصی به قول شما نباشه، یک شهروند عادی باشه، کار بکنه، مالیات بده، از قصرهای آنچنانی خبری نباشه که بخواد زندگی در قصرهای آنچنانی باشه، یا کارش این باشه که بعضی ها میگن نماد باید باشه، نماد ملی باشه. به اعتقاد من این یک سفسطه است، یک مغلطه است. به نماد ملی میتونه هویت ایرانی باشه، نماد ملی میتونه پرچم باشه، نماد ملی میتونه اخلاق و خصوصیات یا حتی سه پند بزرگ زرتشت باشه، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینها میتونه نماد ملی باشه. ولی اگر شخصیتی رو ما بخوایم به عنوان نماد ملی مطرح بکنیم، این شخصیت نباید از کوچکترین امکانات ویژه برخوردار باشه. ایشون میتونه بیاد و من خوشحال میشم تشریف بیارن به عنوان یک شهروند عادی، کار بکنن، مالیات بدن، برن در دانشگاه اگر میتونن درس بدن، نه شغل عادی داشته باشن مثل همه شهروندان دیگه. خانم مریم رجبی باز به همین صورت، دوستان لیدر حزب کمونیست باز به همین صورت، و من خدمتون عرض کردم که کار یدی و کار فکری باید این مرزش برداشته بشه، تعدادی نباشن که بشینن فقط در مملکت کار فکری بکنن و تعدادی باشن که کار بدنی انجام بدن. اگر ما مطرح میکنیم، ببخشید دنباله حرفتون یادتون نره، در امروز روز تعریف طبقه کارگر هم فرق کرده، تمام کسانی که در پروسه تولید شرکت دارن کارگرن. حالا کارگر نه به مفهوم این که چکش میزنن داست میگیرن، بی تردید یک مهندس، یک پزشک، یک پرستار، یک معلم، همه از نیروی کار خودشون بهره مند میشن. و وقتی که ما صحبت از عدم تبعیض میکنیم، منظورمون و طبقه کارگر میکنیم یعنی تمامی جامعه. عملا ما با اونش مخالفیم که یک عده کار بکنن، چه کار یدی چه کار و به قول شما ترکیبی از این دوتا. اصلا این فاصله از بین رفته، یک پروگرامر، کسی که بازی در واقع در برنامه‌ریزی کامپیوتر نقش داره، اون هم یه کارگر دیگه، از فکر و دستش و چشمش و از تمام وجودش استفاده میکنه برای پیشبرد امر تولید.